ده سال پیش یا نزدیک به 10 سال پیش من نوشتاری رو در تارنماهای اینترنتی خارج از کشور به چاپ رساندم که با تغییرات و کاهش هایی و شاید حتی افزوده هایی در یکی دو تارنما در ایران هم در یکی دو رسانه ایران هم به چاپ رسید. بارها نیز دیگران از این نوشتار من بهره گرفتند و چه در نقد نوشتار من و چه در پشتیبانی از اون نوشتارهایی رو منتشر کردم. در اون هنگامی که من این نوشتار رو زیر عنوان جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک اون رو نوشتم، مورد پرخاش بسیاری از گروه‌ها و رهبران سیاسی خارج از کشور قرار گرفتن که در صف مبارزه ضد جمهوری اسلامی تفرقه افکنی می‌کنند و گروه های قومی رو از این صف مبارزه میرانم و چیزهایی از این دست که مطرح می کردم. اجازه بدهید که برای اینکه موضوع صحبت امروز رو خوب دنبال کنم، بخشی از این نوشتار رو، یکی دو پاراگراف نخست اون رو برای شما بخوانم. در اونجا من نوشته بودم که من امید داشتم که پس از گفتگوی آقای حسن شرفی، جانشین دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در با نیوزمکس، یک رسانه بسیار کنسرواتیو، بسیار محافظه‌کار و نوکان و هوادار و پشتیبان در واقع دخالت نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در عراق بود، از پشتیبانان سرسخت بوش، یک مصاحبه آقای شرفی معاون آقای هجری با این دستگاه خبری انجام داده بود، با این خبرگزاری در واقع هست، ولی در این حال یک تارنمای خودش رو هم داره، این رو در پاریس ایراد کرده بود که این به ویژه پس از بازنویسی گفتگو رو، در واقع بازنویسی تقدیرآمیز آقای تیمرمن از این گفتگو، و من امید داشتم که این گونه نوشتم که من امیدوار بودم که پس از این مصاحبه آقای شرفی بانگ پرخاش بسیاری از ایرانیان به حزب دموکرات ایران بالا بگیره و آغاز بشود و به آقای شرفی بگویند که چنین سخنانی که شما میگویید نه به نمایندگی از میلیون ها مردم کرد تبار و کرد زبان ایران است و نه جایی در سپهر سیاست دموکراسی خواهی در ایران دارد. ببینید آقای شرفی در این مصاحبه چه گفته بودند. این در دورانی است که 10 سال پیش هنوز آقای اوباما به نخست ریاست جمهوری آمریکا نرسیده بود، خیلی پیش از اون بود، دوران ریاست جمهوری آقای جورج بوش بود و دورانی بود که نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق بود و خیلی ها امیدوار بودند که ارتش ایالات متحده آمریکا پس از چیرگی بر عراق به سوی ایران هم برود، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، نه به طور رسمی ولی تلویحا این رو مطرح میکرد سربسته. این عین عبارتی است که ایشان گفتن، آقای شرفی، در مصاحبه‌ای که متن انگلیسیش در تارنمای رسمی خود حزب دموکرات کردستان چاپ شده، گفتن به نام همه مردم کردستان. ببینید این بی‌شرمی تا کجاست که حزبی که شاید یک گروه اندکی از کردها رو نمایندگی بکنه و بسیاری گروه های دیگر کرد هم خودشون رو نماینده بخش دیگر از کردهای ایران میدانند، به خود اجازه میداد که به نام همه کردهای ایران، که البته اینجا هم این حاشیه رو بگویم که این شمار کردهای ایران که در این نوشته آقای شرفی 4 میلیون بوده بعدن زیاد شده، اجازه بدید به این بعدن بپردازم. ایشان گفتن که به نام همه مردم کردستان، گفتن 4 میلیون کردهای ایران که مرز شمالی با عراق را در اختیار دارند، البته کردهای ایران مرز شمالی عراق رو در دست ندارند، ایشان باید برن جغرافیای دوره دبیرستان و شاید دبستان رو از نو ببینند، یه نقشه جلو خودشون بگذارن. کردستان در ایران در شرق عراق قرار دارد، نه در شمال عراق. در شمال عراق اقلیم کردستان خود عراق هست. 4 میلیون کردهای ایران که مرز شمالی با عراق را در دست دارند، هر آینه ایالات متحده آمریکا گام های مهاجمانه
در برابر ایران بردارد، از آمریکا پشتیبانی خواهند کرد. خب نگاه کنید، در اون هنگامی است که بیشتر نیروهای دموکراسی خواه در ایران در بیم و هراس بودند که شاید ایران هم به این ورطه هولناک جنگ ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه وارد بشود. یعنی ایالات متحده آمریکا که به عراق لشکر کشیده بود به بهانه یافتن سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی، البته به بهانه اینکه صدام حسین از ماجرای سپتامبر 11 پشتیبانی کرده، ولی موضوع اصلی همه میدانیم که نفت بوده. ایشان با بیشرمی تمام، آقای شرفی میگویند که هر آینه ایالات متحده آمریکا بران شود که درگیری نظامی با ایران آغاز کند، 4 میلیون کرد در طرف آمریکا قرار خواهند داد. البته پس از نوشتار من و نقد هایی که شده بود، آقای شرفی اندکی عقب رفت، پا پس کشید و گفت در برگردان سخنان من برگردان نادرستی بوده و این منظور من نبوده. البته ایشان به انگلیسی مصاحبه کردن نه به کردی، و در نتیجه این سخن دروغ هست که در سخنان ایشان تحریفی شده. به هر زبانی هم که بوده، برگردان کردی اون که در اون هنگام در تارنمای حزب دموکرات کردستان ایران آمده بود و من آن را خواندم به کردی، همین موضوع رو میگفت که 4 میلیون مردم کرد آماده هستند که در صورت مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران از ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کنند. یعنی به نام مردم کرد این پیام رو میداد که بد نیست در مداخله نظامی در ایران بکنید. جالب اینجاست که این سودهای قومگرایی آنچنان با دروغ پردازی و گزافه‌گویی در هم تنیده که این شمار جمعیت کرد ایران یا جمعیت ترک و آذری زبان ایران هر روز افزوده می شود. تا جایی که من هنگامی که به این تارنماهای گروه های قومگرا نگاه می کنم و سرانگشتی این جمعیت ها رو کنار هم می گذارم، به نظر می آید که جمعیت فارس زبان ایران یه چیزی در حدود 3 میلیون نفر باشه. این چنین تورم در این شماره ها وجود داره و دروغ پردازی که اصلا به نظر می آید که جز مردم بخشی از مردم تهران و اهالی صابه و شاید پیرامون اصفهان کسی به زبان فارسی در ایران نه سخن میگفته نه سخن میگوید. کار ندارم. در آخرین تازه ترین نوشتارهای حزب دموکرات کردستان و پشتیبانان اونها میگویند که ایران 8 میلیون جمعیت دارد و از این 8 میلیون 10% کرد هستند. این رو آقای هجری در مصاحبه با بی بی سی عنوان کردند و یاران ایشان هم در گفتگوهای دیگر گفتند. یعنی ما 8 میلیون کرد در ایران داریم. 10 سال پیش آقای شرفی گفته بودند 4 میلیون. این بزرگترین رشد جمعیت در جهان است که در فاصله 10 سال جمعیت 4 میلیونی به 8 میلیون رسیده باشد. دروغ پردازی و گزافه گویی برای سودای سیاسی هیچ محدودیتی نداره. گفته بودند 4 میلیون، اون هم معلوم نیست که درست باشه. حالا برای اینکه امروز که اعلام جنگ مسلحانه علیه ایران کردند و دولت عربستان هم پول به اونها میدهد و رسما از اونها پشتیبانی میکند و هیئتی هم از طرف اونها همراه دیگر گروه های قومگرا رفتند و حاجی شدند در این مراسم حج، برنامه ریزی هایی که دولت عربستان کرده، حالا جمعیت کرد زبان ایران یا کرد تبار ایران به 8 میلیون رسیده. در میان گروه های پانترکیست هم چنین است. از یک جمعیتی در حدود 20% آغاز کردند در هنگامی که این گفتگوها 15 سال پیش آغاز شده بود، امروز بر این باور هستند یا ادعا می کنند که 55% جمعیت ایران ترک هستند. یعنی از جمعیت 80 میلیونی ایران نزدیک به 50 میلیون نفر ترک هستند، 10 میلیون هم کرد هستند، می شود 60 میلیون. خب حتما 5-6 میلیون هم بلوچ و ترکمان و دیگر وجود داره. همونجور که اشاره کردم بین 3 تا 5 میلیون نفر هم فارس زبان در ایران هست. این گزافه گویی ها و دروغ پردازی ها و سود در سودای سیاست به راستی شرم‌آور هست. حالا گرفتاری من در این زمینه نیست، اینها ادعاهایی است که خیلی ها می کنند. در مقابل کسان دیگری هم که به اینها نقد می کنند از این نوع گزافه گویی ها رو به کار می برند.
این نوشتار من 10 سال پیش بود، هشداری بود که من به جامعه ایرانی دادم که به خدایید این قومگرایی، این جنگ افروزی قومی، این نقش سازی برای تقسیم ایران به واحدهای قومی خونریزی به پا خواهد کرد، جنگ داخلی در ایران برپا خواهد کرد. و در اون هنگام نه تنها برخورد انتقادی به نوشتار من شد، از این هم فراتر رفتن در نشستی که در همون زمان یا شاید اندکی پس از این سخنرانی و نوشتار من، سخنرانی آقای شرفی یا مصاحبه آقای شرفی و نوشتار من در اروپا در پاریس انجام شد، 10 یا 12 گروه سیاسی از جمله اتحاد جمهوری خواهان، شاخه ای از جبهه ملی، گروهی از هواداران بریست و گروه های دیگر نشستند با همین حزب دموکرات و کومله و دیگر گروه ها برای ایجاد یک جریان متحد وارد گفتگو شدند. و در اون هنگام هم من نامه ای نوشتم، نوشتاری از من منتشر شد و خیلی ها از جمله دوستان یاران آقای بنی صدر و جبهه ملی و دیگران بلافاصله واکنش نشان دادن که ما تنها به عنوان ناظر در این نشست شرکت کرده بودیم. ولی به هر روی این نوع نرد عشق باختن با گروه های قومی در سپهر سیاست ایران در سالهای گذشته وجود می داشته و کسانی مانند من که هشدار می دادن که این نشست و برخواستا، این پشتیبانی و این بزرگ کردن حزب دموکرات کردستان و گروه های دیگری مانند کومله، گروه های قومگرایی که در سودای جدا ساختن بخش کردستان از ایران یا گروه های پانترکیستی که در سودای جدا کردن آذربایجان از ایران هستند، نباید انجام بشود و به اینها نباید میدان داد. حتی گروهی از هواداران یا شاید میگویند خود شاهزاده رضا پهلوی هم با یکی از جریان‌های کرد، جریان‌های بسیار پرهوادارشون در آمریکا در سان دیگو دیدار کرده بود. این رو رسانه‌ها نوشتند و گزارش دادند و در اون هنگام من به یاران و دوستان ایشان هشدار دادم که چنین کاری بسیار بسیار نادرست است و یادآوری حتی کردم که پدر بزرگ ایشان بزرگترین دستاوردش در واقع حفظ یک پارچگی ایران بوده. جدا از همه انتقادهایی که به رضا شاه میتوان کرد، این رو نمیتوان فراموش کرد که در دوران آغاز فراز رضا شاه به پادشاهی و در دوران پادشاهی رضا شاه بود که یک پارچگی ایران حفظ شد و البته به قیمت بسیار گزافی، ولی شاید هم راهی جز این نبود. این رو یادآوری کردم و گفتم که شما امتیاز به گروه های قومگرا ندهید. جدا از کجروی هایی که در درازای تاریخ در زمینه ستم فرهنگی به گروه های زبانی در ایران شده یا گروه های تیره های قومی در ایران شده، جلوگیری از اینکه اونها بتوانند فرهنگ خودشون رو آزادانه نشر بدهند، به زبان مادری سخن بگویند، در دبستان زبان مادری رو بیاموزند، جدا از همه این مسائل اشاره کردم که ما در ایران در درازای تاریخ با پدیده‌ای به نام ستم ملی روبرو نبوده ایم. اشاره کردم که در تاریخ 1200 ساله ایران پس از اسلام تنها 100 سال گذشته بوده که ما با دولت غیر قومی روبرو بودیم. در 200 سال آغاز که اعراب بر ایران چیره بودند، جز یه دوره کوتاهی حکومت‌های مستقل در ایران، صفاریان و سامانیان و بوگه و دیگران، اساساً دولت‌های چیره بر ایران ترک و ترکمان و اوغوز و مغول و تاتار و چیزهایی از این دست بودند. آخرین دولتی هم که پیش درآمد انقلاب مشروطه بود، دولت قاجار بود، یکی از 9 طایفه قزلباش بود و همراه قزلباشان بر ایران چیره شده بود. بر روی این سخنان رو من در سالهای گذشته بارها به زبان راندم، بارها بر کاغذ نهادم، در نشستهای مختلف گوناگون درباره اون هشدار دادم که به این گروه های قومگرا میدان ندهید، اینها بخشی از چالش دموکراسی خواهی در ایران نیستند، مگر اینکه دست از این سوداهای قومی بردارند و برای دموکراسی در سرتاسر ایران کوشش کنند. در آن صورت می توان پذیرفت که اونها هم بخشی از این چالش همه ما برای دستیابی به آزادی و دموکراسی در ایران یک پارچه هستیم. ایرانی که زبان ملی و زبان اداری اون زبان فارسی است و زبانهای دیگر هم باید در کنار زبان فارسی مانند کشورهای دیگری که چند زبانه هستند بتواند زندگی کند و فرهنگ اونها بتواند شکوفا باشد و این گرفتاری در یک پارچگی ایران ایجاد نخواهد کرد. این رو بارها نوشتم، بارها در سخنرانی های خودم باز گفتم، پافشاری کردم و
در این زمینه حتی ناسزا شنیدم و پرخاش از سوی هواداران گروه های قومی و از سوی گروه های حتی چپ ایران شنیدم. این نوشتار من در 10 سال پیش بود، از 11 سال پیش آید. نوکانها، سیاست نوکانها در خاورمیانه شکست خورد. برنامه و پروژه آقای بوش به انجام نرسید. کار به جایی رسید که موضوع خروج ارتش ایالات متحده آمریکا از عراق مطرح شد و جریانات تندروی اسلامی در گوش و کنار خاورمیانه که آقای بوش نوید میداد که یک سنگر تازه دموکراسی جفرسونی در دنیا خواهد بود، سر برافراشتند و سرانجام هم از دل اونها جریانی مانند داعش بیرون آمد. البته در این زمینه شاید سیاست های دموکرات ها هم بی تقصیر نبوده باشد، ولی من امروز نمیخواهم وارد بررسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بشوم. این رو میدانیم که پس از پیروزی آقای اوباما و چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، در سیاست حزب دموکرات کردستان ایران هم چرخشی روی داد. اون پولهای کلانی که از سوی وزارت جنگ آمریکا، یا وزارت دفاع آمریکا در واقع باید بگویم که بیشتر شبیه وزارت جنگ است، و وزارتخانه های دیگر و اداره های امنیتی ایالات متحده آمریکا در اختیار گروه های قومگرای ایرانی و سازمان های مانند مجاهدین قرار گرفت، خوش شد، اندک اندک خوش شد، کم شد، و این گروه ها به سوی دولت های دیگر دست، حالا شاید واژه گدایی درست نباشد، ولی بعد در واقع همین هم بود، یعنی التماس به سوی دولت های دیگر کردند، مانند عربستان، مانند اسرائیل، و کوشش کردند که از پشتیبانی اونها برخوردار شوند، ولی همچنان از پشتیبانی بخشی از سیاستمداران و جریان های سیاسی در ایالات متحده آمریکا و اروپا هم برخوردار بودند. آقای هجری و آقای شرفی پس از این شکست سیاست های تازه ای رو مطرح کردن. نخست این که بسیار جالب است، در با تقریبا میتوانم بگویم که در شاید 1 سال پس از یا 2 سال پس از آغاز دولت آقای اوباما، آقای هجری به راستی به یاد به یک بار دریافتن که اسلام هم برای کردستان چیز بدی نیست. مصاحبه کرده بودند و گفته بودند که بیشتر مردم کردستان مسلمان هستند، ما هم با اسلام گرفتاری نداریم، و حتی چراغ سبز نشان داده بودند که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، ایمیل نیستند که با دولت جمهوری اسلامی وارد گفتگو و مذاکره بشوند، و هشدار داده بودند یا پیام داده بودند که اگر دولت جمهوری اسلامی سیاست های بر روی یک درجه ای از آزادی ها رو در کردستان، نه در همه ایران، در کردستان به پذیرت، آنها آمادگی گفتگو با دولت جمهوری اسلامی دارند. اما اینها در واقع یک نوع عوام فریبی بود، یک نوع دروغ پردازی بود، برای که در همون زمانی که این سخنان رو مطرح می کردند در روزنامه های خودشون همچنان بر تبل استقلال کردستان و کوشش برای ایجاد کردستان بزرگ میگفتند. در شماره 435 روزنامه کردستان که ارگان رسمی حزب دموکرات کردستان است، نوشتار درازی از یکی از اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان یا اعضای بلندپایه حزب دموکرات کردستان، چون ما نمیدانیم که کمیته مرکزی یا رهبری حزب دموکرات کردستان چه کسانی هستند، میگویند به دلایل امنیتی نام اینها رو منتشر نمی کنند، ولی از لابلای نوع نوشتارهایی که در این نشریه به چاپ میرسد یا در سخنرانی هایی که افراد انجام میدهند میتوان دریافت که چه کسانی در کانون این حزب هستند. در یکی از سفرهایم در اروپا از یکی از نمایندگان این حزب در اروپا پرسیدم که چرا حزب دموکرات کردستان که ادعای دموکراسی خواهی می کند نام رهبری خودش رو منتشر نمی کنه. ایشان فرمودند که بسیاری از این رهبران در ایران هستند که دروغ آشکاری است، در ایران نیستند و از بیم جان این نام ها منتشر نمی شود. دوست دیگری که خود او کرد بود و آشنایی نزدیک با رهبران حزب کردستان داشت و همچنین
کسانی که از رهبری این حزب جدا شده بودند برای من بازگو کردند یا گزارش دادند یا به من آگاهی رساندند که یکی از دلایلی که نام این رهبران منتشر نمی شود در این است که برخی از رهبران این حزب شهرت بسیار خوبی ندارند. از جمله مثلا کسانی هستند از رهبران حزب که ضمن دفاع از حقوق زنان و دموکراسی خواهی دو زنه هستند و یا در دو جای دنیا دارای همسرانی هستند و چیزهایی از این دست، و این نامها رو نباید منتشر کرد. من تردیدی در این زمینه ندارم که منتشر نکردن نام رهبری این گروه، کمیته مرکزی گروه، ارتباط مستقیم دارد با رفتار برخی از این شخصیت ها و نام برخی از این شخصیت ها و چه بسا نوع ترکیب قومی در واقع یا گروهی این رهبری. اما به این به هر روی به این کار ندارم. این رو تنها میخواهم بگویم که این آقای جلیل کلاهی به گمان من یکی از بلند پایه ترین سخنگویان و نظریه پردازان حزب دموکرات کردستان به شمار می آید. یک نوشتار بسیار بلندی در این شماره 435 کردستان به چاپ رسانده و در کنار این سخنرانی ایشان یک نقشه رنگی از کردستان ایران هم چاپ شده. کردستان بزرگ. این کردستان بزرگی که این آقای کلاهی آرزوی اون رو دارند، کسانی که در عین حال پیام دموکراسی خواهی در ایران رو میدادند، ادعا میکردند که در سودای جدا کردن کردستان نیستند، تجزیه طلب نیستند، و کسانی که مانند من به اینها تجزیه طلب میگفتند و میگویند، ما رو متهم میکردند به اینکه شما فارس و در واقع نژاد پرست هستید، شما خواهان چیرگی فارس ها بر ما هستید، دروغ پردازی های از این دست و می گفتن ما می خواهیم که در چارچوب ایران دارای حقوقی باشیم. نقشه‌ای در اونجا چاپ کردن در همین شماره 435 کردستان. در این نقشه بخش بزرگی از آذربایجان غربی، تمام استان همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و نیمی از خوزستان، شمال خوزستان تا کنار دریای مدیترانه، یعنی بخشای شمالی عراق، بخش شمالی سوریه تا کنار دریای مدیترانه بخشی از کردستان بزرگ است. البته این که کنار دریای مدیترانه بخشی از کردستان شده برای رفع این اتهام است که میخواهند دولتی درست کنند که حتی به آبهای آزاد هم، دریای آزاد هم، به آب هم راه نداره. برای همین نقشه کردستان از میانه خوزستان رو در بر میگیره، ارومیه و تقریبا بیشتر آذربایجان غربی و تا نزدیکی های زنجان رو شامل می شود و از آن سوی هم می رود به دریای مدیترانه می رسد. ببینید تا چه اندازه دروغ پردازی با جامعه ایران می شود. از یک سوی در سخنرانی ها و گفتگوهای فارسی از این سخن میگویند که ما بخشی از جنبش دموکراسی خواهانه ایران هستیم، میآیند و کنگره ملل فدرال رو برپا میکنند و با گروه های غیر قومی در ایران نشست و برخاست میکنند و میگویند که ما سودای تجزیه طلبی نداریم. از آن سوی نقشه به چاپ میرسانند که کردستان بزرگ رو تا کنار دریای مدیترانه میرسانند. آقای هجری و دار و دسته ایشان از دیرباز در این سودا بودند و همه سخنانی که به گروه های غیر قومی در ایران می گفتند که ما خواهان تجزیه ایران نیستیم دروغ بوده و این رو همه باید می دانستند. آدم های مانند من در این دوران هشدار دادند و کسی به این هشدار شاید کمتر توجه کرد. تو همین چند سال پیش، شاید دو سال پیش بود که باز در نشستی که در اروپا به ابتکار یکی از گروه های چپ برگزار شد و از جمله کسانی که با من هم دوست بودند رفتند و در این نشست شرکت کردند و من حتی اونها رو تقریبا میتوان گفت نمیگویم از خود راندم، ولی بند ارتباط خودم رو با این آدم ها گسستم، برای اینکه به این باور رسیدم که کسانی که به این هشدارها توجه نمی کنند مانند کپکی هستند که سر زیر برف بردند و آرزو دارند که آقای هجری
در جریان جنبش دموکراسی خواهی در ایران بخشی از این جنبش دموکراسی خواهی باشند. شوربختا که امروز دم خروس از لای عبای آقای هجری و حزب دموکرات کردستان کاملا خارج شده. حزب دموکرات کردستان رسما علنا و بی پروا و گستاخانه وارد اتحاد با دولت عربستان شده، اعلام جنگ مسلحانه با ایران کرده و هیچ پروایی از اینکه میخواهد بخشی از ایران را از ایران، بخشی از خاک ایران را از ایران جدا بکنه نداره. بنابراین همه این هشدارهایی که در 10 سال و 12 سال و 13 سال گذشته من میدادم، امروز باید برای کسانی که به این هشدارها گوش فرا نمیدادند درسی باشد که فریب این نوع گروه ها رو نخورند. قومگرایان در سودای دموکراسی در ایران نیستند. قومگرایی پیوندی با ستم و نابرابری ها در ایران ندارد. قومگرایی پیوند با منفعت ها و سودهای کشورهای دیگر و گروه های سیاسی بیرون از ایران دارد. به این معنا نیست که ما با نابرابری و ناهنجاری ها و گرفتاری ها و ستم های در ایران روبرو نیستیم. این ستم ها در دوران جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. اعلام این که دولت ایران دولت شیعی است و ما باید این آیین رو بر همه مردم تحمیل کنیم، به ویژه بر مردم اهل سنت کردستان و بلوچستان، واکنش های بسیار آشکاری در میان مردم برانگیخته و به درستی هم برانگیخته. اما ستم سیاسی که در ایران وجود می دارد، ستم سیاسی بر اقوام نیست، ستم سیاسی بر همه مردم ایران است. من بارها در برنامه ها و سخنرانی ها گفتم و نوشتم که شما اگر یک سراینده فارس زبان شیرازی باشید و به نقد آقای خامنه ای چیزی بنویسید، در نقد آقای خامنه ای چیزی بنویسید، شما رو دستگیر خواهند کرد. ولی اگر شما یک آذربایجانی ترک زبان باشید و در ستایش جمهوری اسلامی نوشتاری منتشر کنید، نوشتار شما رو پخش خواهند کرد، از شما ستایش خواهند کرد. موضوع زبان نیست، موضوع سیاست است. در اعمال ستم بر مردم ایران جمهوری اسلامی مرز قومی نمیشناسد، مرز دینی میشناسد. و از این روز که در این سالهای گذشته نزدیک 15 سال که من در این باره هشدار دادم و نوشتم و گوش به این هشدارها فرا ندادند و اینک مردم در میابند، اینک بسیاری از این گروه ها در میابند که شاید حکمتی درایتی در این هشدارها وجود می داشته، شاید به خدایند، شاید این بحث قومی با یک واکنش جدی و همگانی روبرو بشود. امیدوارم که بتوانم در بخش دوم این برنامه بیشتر موضوع رو باز کنم و به گرفتاری این بحث قومی بپردازم و بگویم که چرا این بحث قومگرایی با رفع ستم فرهنگی در ایران پیوند ندارد و از یک جا بر نمیخیزد و ما باید به رفع ستم فرهنگی، به برابری های حقوق همه مردم ایران نگاه کنیم، اونها رو در نظر داشته باشیم. ولی این گروه های قومگرای پان ترکیست و پان کردیست و هر پان دیگری، پان فارسیست فرق نمی کند، هر پان دیگری در واقع چوب حراج به موجودی ایران زدن، به تمامیت ارضی، به یک پارچگی ایران زدن و برای نخستین بار به ویژه به دلیل سیاست های حکومت در ایران و وضعیت بسیار نابهنجار خاورمیانه، یک پارچگی ایران در ایران رو در برابر یک گرفتاری اساسی بزرگ قرار دادند. با هم از ماجرای حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر گروه های قومگرا با شما درد دل می کردم، سخن می گفتم. حزب دموکرات کردستان در این 2-3 ماه گذشته حیا رو به کنار نهاده، دیگر سخن در پرده نمی گوید. با تحریک دولت عربستان و با پول کلانی که دولت عربستان در اختیار اونها قرار داده، آشکارا سخن از جنگ مسلحانه و جدایی کردستان می کنند. اجازه بدهید که حاشیه در اینجا بروم و این پرسش رو با شما هممیهنان، از جمله هممیهنان کرد زبان و کرد تبار در میان بگذارم و یا ایرانیان آذربایجانی، اگر دولتی در ایران بر سر کار آمده بود که
منشأ حضورش یا آغاز زندگی این دولت بر پایه این بود که چگونه دمار از روزگار مردم آذربایجان یا کردستان یا مردم بلوچ ایران یا گیلانی ها یا مازندرانی ها در بیاورد، من می توانستم دریابم که چرا به یک باره آتش پوشش برای جدا ساختن بخش های از ایران زبانه کشیده. یک لحظه چنین بیاندیشید که دولتی در ایران بر سر کار می آمد که از روز نخست بر سر کار آمدن می گفت که مردم آذربایجان و مردم ترک زبان ایران دشمنان ما هستند و ما می خواهیم هیچ کس دیگر ترکی در ایران سخن نگوید و همه باید به یک زبان مثلا عربی یا فارسی سخن بگوید. من در این صورت می فهمیدم که چرا به یک باره آتش پانترکیزم یا عشق به این که زبان ترکی رو در ایران حفظ کنیم یا فرهنگ اون رو حفظ کنیم یا حتی صحبت از این بشود که آذربایجان ایران باید با این جمهوری ساختگی آذربایجان یکی بشود زبانه بکشد. این رو میتونستم بفهمم اگر دولتی در ایران بر سر کار آمده بود که میگفت جنگ ما با کرد هاست، جنگ ما با کردستان است، ما میخواهیم کردها رو در واقع از میان ببریم، مانند کاری که در یه دوره‌ای صدام حسین کرد، در واقع جنگ با کردها میکرد، یا کاری که در عراق در ببخشید ترکیه سالهای درازی انجام شد. ترکیه انکار میکرد که اصلا کسانی در ترکیه کرد هستند. در قانون اساسی ترکیه کرد بودن بخشی از هویت ملی، ببخشید ترک بودن بخشی از هویت ملی بود. این قانون اساسی ترکیه بود که تنها در چند سال گذشته با اصرار اتحادیه اروپا، برای اینکه اینها میخواستن به اتحادیه اروپا بپیوندن، اندکی اصلاح شد. در ترکیه شما نامهای کردی نمیتوانستید داشته باشید، نام ارمنی نمیتوانستید داشته باشید، باید نامهای ترکی میداشتید. اصلا کردها رو ترک کوهی میگفتند. ما در ایران در درازای تاریخ چنین چیزی نداشتیم و اگر کسی بگوید که پیدایش جمهوری اسلامی برای اعلام جنگ با مردم ترک زبان یا کردتبار ایران بوده، دروغ به مردم میگوید، برای اینکه چنین نیست. تبهکاری حکومت جمهوری اسلامی در ایران اعلام جنگ به حقوق بشر همه مردم ایران بوده، ترک و فارس و ترک زبان و فارس زبان و کرد زبان و بلوچ زبان و بلوچ تبار و هیچ چیزی نمیشناخته. اگر هم اعلام جنگی بوده، در راستای دینی بوده، به مردمی که باور دینی بر پایه ارزیابی دولتی جمهوری اسلامی از فقه شیعی ندارند اعلام جنگ کرده، به همه، به دین باوران و به دین ناباوران. بیشترین کسانی که مورد هجوم جمهوری اسلامی در این دوران قرار گرفتند در راستای دینی، بهائیان، یهودیان و اهل سنت بودند. موضوع قومی نبوده. جمهوری اسلامی به مدرنیته در ایران اعلام جنگ داده، به مشروطه اعلام جنگ داده، به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام جنگ داده. بیشترین گروهی از مردم ایران جدا از جریانهای قومی، بدون هیچ مرز دینی و قومی، که در ایران در این 38 سال گذشته رنج بردند و ستم دیدند، زنان ایران هستند. زنان ایران رو در یک رخت دینی مجبور کردند که پنهان بشوند، خودشون رو با این رخت نشان بدهند، از آزادی حتی در پوشش برخوردار نباشند. و بنابراین شاید بهترین جنبش آزادی بخش برای رهایی استقلال زنان ایران از جمهوری اسلامی است. یعنی ایران، زنان ایران بروند یک کشور جدید بسازند، اعلامیه استقلال برای جدایی از ایران جمهوری اسلامی بیرون بدهند. اینها حرفهای بسیار بیپایه است. راست این است که جمهوری اسلامی در ستم بر مردم ایران، در تجاوز به حقوق بشر، مرز قومی، مرز جنسی، جنسیتی نشناخته، به همه تجاوز کرده، ولی بیشتر به حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، بیشتر به حقوق زنان در ایران. در همین جمهوری اسلامی در قم روزنامه به زبان ترکی منتشر می شود. بسیاری از بلندپایه ترین رهبران جمهوری اسلامی از آذربایجان برخواستند. شما اگر کرد مسلمان شیعی باشید، گرفتاری با این حکومت نخواهید داشت. بسیاری از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از کرد تبار بودند و
ولی کرد شیعی، اما با اهل سنت، با کسانی که بر این آیین رسمی شیعی نیستند دشمنی دارند، به ویژه با بهاییان، با یهودیان، با کسانی که دین ندارند، با دراویش که اینها دیگه قوم نیستند، درویش گنابادی که جمعیت قومی در ایران نیست، در خراسان انیدا پایگاهشون در گناباده، در کانون زبان فارسی به قول معروف، با اینها دشمنی دارند، با هر کسی که اساس حکومت دینی رو در ایران مورد پرسش قرار بدهد سر جنگ دارند. اینکه در آغاز انقلاب 57 و در یکی دو سال پس از آن شمار بسیاری در کردستان کشتند، نه به دلیل این است که با کردها سر جنگ داشتند. در اینجاست که پایگاه گروه های سیاسی چپ ایران در کردستان بود و در ترکمن صحرا بود، اعلام جنگ دو سویه بود. در اونجا هم درگیری های خونریزانه میان هواداران حزب دموکرات کردستان و کومله در گرفت. هر دو هم کرد بودند. درگیری های خونریزانه میان کردها و آذربایجانی ها در چند شهر ایران به دلیل درگیری هایی که ایجاد کرده بودند طرفداران ملا حسنی و طرفداران حزب دموکرات کردستان و پیروان یکی از سازمان های سیاسی ایران اون زمان، سازمان فداییان، درگیری های خونریزانه در ایران درگیره. بسیاری از کسانی که در اون هنگام کشته شدند از خانواده چپ ایران بودند، نه به دلیل کرد بودند، به دلیل اینکه در کردستان پایگاه داشتند و در اونجا جنگ افسار زیادی در دستشون بود. جنگ جمهوری اسلامی با کردها نبود. این افسانه که گویا در تاریخ درازای تاریخ ایران مردم کردستان زیر ستم فارس ها بودند، دروغ تاریخی است. اصلا این افسانه که گویا در درازای تاریخ ایران ما با ستم ملی فارس زبان ها بر اقوام دیگر روبرو بوده ایم، یا با دیگرانی که زبانی جز فارسی صحبت میکنند، در کشوری که 900 سال پیشینه حکومت ترک و ترکمان تبار و مغول و افشار دارد، یک دروغ تاریخی ساختگی است. ببینید در برنامه سیاسی حزب دموکرات کردستان چه دروغی رو در مقابل مردم قرار میدن. کسانی که جمهوری اسلامی رو متهم به دروغ میکنند، به ریاکاری میکنند، به درستی، ببینید با چه ریاکاری با مردم سخن میگویند. نوشتند که در بند نخست برنامه حزبیش حزب دموکرات کردستان، بعد از جنگ چالدران که در میان دو امپراتوری عثمانی و صفوی در سال 1514 روی داد میلادی، کردستان عملا میان آن دو دولت تقسیم گردید. ببینید با چه زبانی دروغ میگویند. گویا در اون هنگام کشوری وجود میداشته به نام کردستان که در جنگ میان دو امپراتوری، یکی نماینده فارس ها دولت صفوی که از بنیاد قزلباشان اون رو اداره میکردن، قزلباشان ترکمان که از آناتولی به ایران آمده بودن و زبانشون هم ترکی بوده، و از آن سوی دولت عثمانی که زبان آنها هم ترکی بوده، در جنگی که میان این دو انجام شده کردستان تقسیم شده. از این دروغ آشکارتر نمیتوان گفت. میدانید پاسخ این دروغ رو از کجا میتوان یافت؟ نخستین کتابی که درباره تاریخ کردستان نوشته شده و مهمترین کتاب تاریخ مردم کردستان تا پیش از دوران مدرن است، کتابی است به نام کردستان، نوشته تاریخ کردستان، نوشته شرف الدین بدلیسی، از یکی از خاندانهای بلندپایه بدلیس یا بدلیس، فرمان خان، خاندانش فرمان روای اون منطقه بودند و خود او در دولت شاه طهماسب صفوی یکی از دیوانیان بوده و کتابی نوشته به نام تاریخ کردستان به زبان فارسی و نه به زبان کردی، و این کتاب رو تقدیم کرده به پادشاه آن زمان عثمانی. در این کتاب شما نشانی از این دروغ تاریخی نمیبینید که کشوری وجود می‌داشته به نام کردستان. حکومت نشین هایی بودند در گوش و کنار سرزمین کرد زبان ایران و ترکیه اون زمان، ببخشید عثمانی اون زمان، یک منطقه گسترده سیالی هم بوده
یک جانیست، گاه دگرگون می شده. همین خاندان صفوی، تیر و تبار این خاندان اصلا از کردستان برخواستند و سپس به اردبیل کوچیدند. اگر این سخنان دروغ‌آمیز بخواهد ریشه در تاریخ داشته باشد، باید بگوییم دولت کردتبار صفوی در جنگ با دولت عثمانی وارد چنین کاری شد، برای که زنده یاد احمد کسروی نشان داده که خاندان صفوی اساسا کردتبار بودند، اول سنی بودند و سپس در درازای تاریخ برای امر مصلحت شیعی شدند. از کردستان مهاجرت کردند به اردبیل، برای اینکه در اون دوران در ایران ملت وجود نمی داشته، گروه ها و تیره های ایلیاتی وجود می داشته که زیر چتر بزرگ مفهومی به نام ایران، کشوری به نام ایران که هنوز مفهوم ملی مدرن به خودش نگرفته بوده، متحد بودند. یک ملتی بوده به نام یک ملت فرهنگی سیاسی، ولی نه یک ملت به مفهوم مدرن، که در این مفهوم ملی عمومی تیر و تبارهای گوناگون وجود می داشتند. اساسا سرزمین سرزمین ایلیاتی بوده، جنگ میان ایلات بوده و دولت هایی که هر یک بر گرده یکی از این ایلات یا دستی از این ایلات استوار می شدن. نخستین تقسیم ها در به اصطلاح سرزمینی که اینها کردستان میگویند در دوران جنگ های قراقویونلو و آقویونلو، سیاه گوسفندان و سپید گوسفندان روی داده. این هم تقصیر مردم بخت برگشته فارس زبان اصفهان و شیراز است. بزرگترین جنگی که در اون سنندج سونندش به آتش کشیده شد، هنگامی است که پادشاه زند، کریم خان زند با کردها وارد جنگ شد. جنگ ایلیاتی بود، نه ملی. اینک میآیند در سند رسمی حزبی خودشون به دروغ میگویند کشوری وجود داشته به نام کردستان، در جنگ چادران میان امپراتوری ایران و عثمانی تقسیم شده. نشستن تقسیم کردن. سلطان عثمانی که یک سوی این جنگ بوده، آمده با شاه اسماعیل مذاکره کرده، پس از شکست چالدران کردستان رو تقسیم کرده. اینها دروغ تاریخه، اینها بازی با تاریخ برای بازی با احساس مردم هست. امروز حزب دموکرات کردستان از یک جریان قومگرا، پیشتر یک جریان بخشی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران و سرانجام جریان قومگرا، به یک گروه مسلح وابسته به دولت عربستان تبدیل شده. یک گروه سیاسی در چالش سیاست ایران نیست. هواداران دموکراسی و آزادی در ایران باید این گروه رو آنچنان که هست بشناسند. یک جریان وابسته به یک سودای دولت خارجی، دولت عربستان برای تزیین ایران. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.